علیکم السلام. من آزاده هستم. خانم آزاده، کدام آزاده لطفا؟ خانم آزاده هستم. این مرگ رحیم جان میریار بر من بسیار زیاد دیگر پریشان شدم و بسیار طاقت فرسا. شما همو خانم آزاده که در رادیو افغانستان میخواندین؟ بله بله. چشم ما روشن که صدای شما رو میشنویم. زنده باشین، سلامت باشین. و دوگه گلایم مرگ را امجان میلیار بر ما دیگه به اندازه قرف سرم تمام شد که امیل مید که خدا گرفته نمیتونم. میفهم. شما خانم آزاده در کجا زندگی میکنین؟ در تورنتوی کانادا. در تورنتوی کانادا، بله بسیار خوب. انشالله که دتان حتما بازم در تماس میشیم. بسیار تشکر از تلفن شما. بفرماین اگر گفتنی چیز دارین. ای مرگ رحیم جان دیگه ملما که بی طاقت ساخته که هیچ خدا گرفته نمیتونم. بسیار دیگه تسلیت بر خانمش پرستو جان میگم، بر دخترکای نازنینش، بر بچیش و بر تمام شنوانده دوست دارم. مهربانی کرده. تسلیت میگم. بسیار تشکر از تلفن شما. معذرت میخوایم از سویشتون گرده نمیتونم. خواهش میکنم. یک جان تشکر خانم آزاده از تلفن شما. تشکر. مهربانی. خداحافظ. زنده باشین. خداحافظ. خب با تشکر از هنرمند بسیار سابقه دار ما خانم آزاده که در تورنتوی کانادا هستن. نبیله جان شما حتما همراهشون در تماس هستین، آشنایی دارین که یک دفعه باید خانم آزاده رو ما در روی صفحه تلویزیون ببینیم ان شاء الله. ان شاء الله حتما مهمان برنامه خود ما تقاضا ما شون کردیم. اونا در جریان هستن. حبیب جان قادری بفرمایید، شما روی خط هستین. آقای بیجان امروز صبح کی خبر شدم بسیار متاثر شدم. خداوند ببخشیشان، جنتان جایشون باشه و تسلیت خدا بر خانم پرستو و اولاده ایشان عرض می دارم و باز هم بسیار متاثر شدیم که خبرشون دیدیم و دیگه در این حالت صرف بغیر از دعا دیگه چیز از دست ما شما چیز پوره نیست و دیگه چیز کار بدر از نخواد خورد و دعای ما شما خواد بود. واقعا نبیب جان، واقعا از احساس از محبتت یک دنیا سپاس، یک دنیا سپاس. خدا آن شما و نرمندای عزیز ما را عمر دراز، جان جور، صحت و سلامتی نصیب کنه. مهربان هستیم. تشکر. بازم یک ذره جای تاسف است وقتی که یک هنرمند تالک میکنه باز یک ذره سر صداش زیادتر بالا میشه. همین هنرمندایی که از سابق داریم امیدوار هستم کمی تلویزیون یک ذره زیادتر همراهشان با جریان باشن و خبرشان را بگیرن و ببینن به چی حالت هستن و چی میکنن چی نمیکنن. یک ذره بهتر خواهد بود. بازم با کمال تاسف وقتی که یک هنرمند تالک میکنه یک ذره از تنشنش باز کلگی زیادتر متوجهشان میشه دیگه. به این لحاظ همین هنرمندهای دیگه که داریم فضل خدا سال زنده هستن و هنرمندهای سابقه افغانستان هستن باید یک ذره کمی تلویزیونها زیادتر متوجهشان باشن، خبرهایشان بگیرن، آنهایشان مصاحبههایی داشته باشن و اینا کسایی هستن که موسیقی را در افغانستان تدابش گذاشتن و ما مردم هنرمندهایی که امروز میخوانیم از شوق و از تشویق از اینا بوده که امروز یک اندازه میخوانیم و یعنی شوقی هنر و موسیقی هستیم دیگه. بازم ما میخوام که بسیار هنرمندا و بسیار دوستا هم میخواین تسلیت خود برای فامیل آقای میریار درست کنن. ما وقت زیاد نمیگیرم، انشاءالله بازم کوشش میکنم که برای فامیلشان مستقیم به تماس شم. و سلامت باشه نبیب جان. شما گفتین تلویزیونا، ما زمانی که معیار عزیز به شفاخانه بودن ما همراهشان او وقت ما برشان برنامه فوق العاده داشتم. زمانی که خبر شدم که آقای معیار مریض هستند، شهر آشنا بهترین برنامه را برشان گرفت و یک ساعت در خدمت معیار عزیز ماندم. خودشان صحبت کردند، خانم پرستوی عزیز صحبت کردند و ما تا آخری لحظه تلاش میکنم که از حال و احوال هنرمندان عزیز و گرامی کشور خود با خبر باشم و برنامه خود را در اختیارشان بگذرانم. ما همیشه این محبت لطف شما در خدمت هنرمندان نبیله جان بوده. راستی که خدمت بزرگ بر هنر و فرهنگ افغانستان شما کردین و همیشه میکنین. ما مقصد ما از نام خدا از 4-5 تلویزیون در خارج از افغانستان داریم و 21 چینل تلویزیون در داخل بله، افغانستان بله. داریم. اما با کمال تاسف این همی هنرمندان گذشته را قدر یادآوری نمیکنن، مثل که آقای زلان تاک کرد. اما هیچ کدام پیش از کسی دمقه وقت چند سال که مریض بود کسی دیدنشان نرفت، کدام تلویزیون نرفت اونا را مثلا مردم با خبر بسازد و چی حالت سینا زمین ترتیب اون هنرمند های دیگه که داریم مثلا یک درگه مثلا توجه به حالشان شوه تلویزیون یک
مثلا امیال باید تلویزیون ها در قسمت محترم زایر ویدا توجه کنه که بهترین هنرمند ماستن. ساعتشان خوب نیست. باید تلویزیون ها هم کسایی که در آلمان هستن برنامه ساز هستن و تلویزیون های شبکه های جهانی باید از زندگی زایر ویدا یک فیلم تیار شوه. امرای زایر ویدا مصاحبه ها شوه. که واقعا اینا گفتی شما گل های سرسبد موسیقی افغانستان هستند. نه تنها آقای زایر ویدا همیشان همیشان آقای رحیم جهانیست و جهانی صاحب بس نام خدا بسیار زیاد است هم هنرمندای گذشته ما که اینا باید همیشه یک درجه مثلا در تاریخ تلویزیون یک هنر رایست کنم استاد ارمان نره همیشان ها راست میگین هر کدامی از اینا بسیار شکر بازم دعای خودم میکنم خدا ببخشید سلامت باشید بس سلامت باشید و بر فامیلتان صبر جمیل خواهان هستم بازم بسیار جای تاسف است که ترک خبر شنیدیم و ما زیاد وقت منو نمیگیرم انشاءالله برای همه که گفتم امروی فامیل عزیزشون تلفنی شخصی خود به تماس شده زنده باشین سلامت باشین یک دنیا سپاس میکنم خداحافظ میتونین به هر دو شماره تلفن تماس بگیرین باز ما میتونیم خلجان دهول بگیریم شما را روی لاین بیاریم خب خلجان شما پیشتر حتما میخواستین کدام آهنگی از محترم رحیم معیار آهنگی که رحیم معیار در افغانستان خواند آهنگش ما ساخته بودم تو اول مهربان بودی منت نامهربان کردم متاسفانه او آهنگ ویدیو نیست ولی من یکی از آهنگایش بسیار دوست دارم که کجا میروی کجا مسافر منزلت کجاست اگر در دست شما هست همین آهنگ لطف کنین پخش کنین ببینیمش واقعا اگر تلویزیون آریانای ما همین آهنگ از محترم رحیم معیار که برای آهنگ مسافر خواندن با وجودی که یادشان بخیر روح روان مهریار عزیز شاد میخوایم همین دو آهنگ خدا بر ما تحفه روان کرده بودن متاسفانه همین آهنگشان همین لحظه پیش یکی از دوستاست از همکاره عزیز متقاضا میکنیم که تا او آهنگ اگر بر ما به نشر برسانن آهنگ مسافره پیدا کنم می روی کجا مسافر منزلت کجا کجا می روی کجا مسافر منزلت کجا پای خسته سفر ناامید می روی کجا کجا می روی کجا مسافر میروی کجا کجا میروی کجا مسافر منزلت کجا آهنگ بسیار زیبایی را که از زنده یاد رحیم معیار بود پیشکش خاطره هموطنان عزیز ما کردیم واقعا تلفن های زیادی گرفتیم خمرجان از کشور آلمان همکار رادیو تلویزیون ما که خواستن ابراز تسلیت به خانواده زنده یاد معیار کنند با کمال تاسف که لاینتان قطع شد هنرمند محبوب و گرامی محترم جواد غازیار که میخواین پیام خود تقدیم کنند و خاطره خوش خود بگویند جواد جان اگر به لاین ما نتانستین 510-545-80 بلین استدیوی امریکا در تماس شاین شما را انشاءالله روی خط میرن فعلا ما روی خط هنرمند محبوب و گرامی رادیو تلویزیون محترم حیدر سلیم روی خط دارم حیدر جان سلیم با شما سلام تقدیم میکنم نبیل جان گل ما هم شما سلام بر سن تقدیم میکنم و هم شما خلیل جان راغب سلامت باشین بفرمایین حیدر جان شما روی خط هستیم من فقط بسیار زیاد نبیله جان گل متاثر شدم از بحث آقای رحیم معیار راستی معیار آقای بسیار هنرمند با شخصیت و بسیار هنرمند بصدا بود